یکی از بهترین توانایی فاینال کات ایکس این کیورد ادیتور هست. شما از طریق منوی مارک کیورد ادیتور هم میتونید بهش دسترسی پیدا بکنید یا کامند کی. این آیکونای کوچولویی هم که شما اینجا میبینید شورت کات ها هستن، به طور مثال کنترل 1، کنترل 2، کنترل 3 و حالا الی آخر. مثلا من اینجا این تصویر رو انتخاب کردم، این پوینت و آوت پوینت رو هم روش زدم. میتونم حالا بیام بگم این تک خوبی هست، ولی در این حال صورت بازیگر من زیاد خوب دیده نمیشه و صورت توی تاریکیه. زمان فیلم برداری من مثلا توی عصر هستش. حالا به محض اینکه من باز بکنم، شما میبینید که دقیقا این عنوان اینجا دیده میشن. و حالا اگر من بیام یه تیکه دیگه از تصویر انتخاب بکنم، مثلا اینجا، از اینجا انتخاب بکنم تا اینجا و اینجا بیام این کیورد این رو بهش نسبت بدم. حالا بعدا من هر موقعی که دوباره بیام سراغ این کلیپ، اصلا شما فرض کنید دیگه این پوینت آوت پوینت هم نوشته باشم یا جای بی ربطی باشه، با تک کلیک کردن روی اینا میتونم دوباره به اون سلکشن دسترسی داشته باشم و تمام اون اطلاعاتم ببینه. یا به طور مثال اینجا، در این حال شما اگه بخوای با یه تک کلیکم میتونید همین سلکشن رو دوباره فعال بکنید. یعنی با این کلیک، با یه کلیک روی این نوار آبی میتونید خیلی راحت اینو انتخاب بکنید و به طور مثال بیاریدش روی تایملاینتون اگه خواستید. یکی از چیزایی هم که اینجا خیلی مرسوم انجام میدم با این کیوردز، اضافه کردن تمام لاین های دیالوگ به تصویره. به طور مثال اینجا بازیگر میگه که اوکی بای. من میتونم بیام اینجا کیوردز رو باز بکنم، به طور مثال این تصویر رو انتخاب بکنم و حالا توی این قسمت بیام این اوکی بای رو اضافه بکنم به تصویر، یا به این شکل. حالا دیگه تو کدوم تصویر ما یه همچین چیزی وجود داره؟ توی این یکی هم هستش. اینجا باز دوباره همین بازگر ما میگه و باز من میتونم بیام اینجا اضافه بکنم اینو. اوکی. حالا شما میتونید خیلی راحت بیاین بین این دوتا تصویر ببینید که کدوم یکی کوتاه‌تره. اگه خواستید جای ریتم رو سریع‌تر کنید، تمپوی تندتری داشته باشید، خب طبیعتاً اون که کوتاه‌تره بهتره. یا اینکه نه، می‌خواید یه ذره ریتم آروم کنید، اینجا مثلا این اوکی بای که تو این یکی گفته میشه خیلی آروم‌تر و خیلی کندتر و خیلی شل‌تر هست. اینه که این توانایی رو هم داره کیوردز و این قابلیت هم به شما میده که خیلی میتونه کارایی داشته باشه. باز همونطور که دیدیم شما میتونید با یه تک کلیک هم این قسمت خاص رو انتخاب بکنید و اضافه بکنید به تایملاینتون. حالا ممکنه شما بگید خب چجوری من میتونم این کیورد رو پاک بکنم؟ پاک کردن کیورد حتما باید از طریق خود این پنجره کیورد ادیتور باشه. اینجا شما میاین این کیورد رو انتخاب میکنید و بک اسپیس رو میزنید، یا اینجا باز خود این یکی رو انتخاب میکنید و اینجا میتونید راحت پاکش بکنید. ولی خود این عنوان رو اگه اینجا انتخاب بکنید و بک اسپیس رو بزنید، همونطور که شما میبینید کلن کلیپ رو ریجکت میکنه. اینی که این نکته خیلی مهم و در مورد کیبورد رو حتما در نظر داشته باشید.